هلو آیم شکریا قادری این کندهار سوترین افغانستان. امروز سی خانم را آموزش دادم که چی در مقداری کند. همچنان ما برای این خانم ها 36 ماکیان و 4 خروس با یک پارچه جالی که در مرغانچه استفاده می شود توزیع کردیم. خانم هایی را که آموزش دادیم بسیار غریب و یک تعدادشان بیوه بودند که در مناطق روستایی زندگی می کند. یک تعداد این خانم ها یگانه منبع عاید خانواده خیش هستند و یک تعداد دیگر آنها با شوهر یا پسر خود در اکمال فامیلشان همکاری می کند. همه خانم ها پیش از آن که من آنها را آموزش مقداری بدهم یک اندازه تجربه داشتند، اما درست نمی دانستم که چگونه مرغای خیش را صحتمند نگهداری کند. یک تعداد آنها همچنان از قبل یک اندازه مرغ برای عاید نگهداری می کردند. دوره آموزشی دوما را در بر گرفت که در طول آن من برای خانم ها ساختن مرغانچه، لانه، خوراکی مرغ، دانه خوره، آب خوره را یاد دادم. همچنان من برای این خانم ها در مورد واکسین و امراض مرغ معلومات ارائه کردم. این خانم ها با کار انداختن مهارت های جدید در مواظبت از مرغ‌های تازه قادر خواهد بود بر عواید فامیلشان بیفزاید. یکی از شاگردان موفق این دوره آموزشی من گلبیبی بود. او یک خانم بیوه است که شوهرش را در جریان جنگ های داخلی از دست داده است. او 40 سال عمر دارد و دارای یک پسر می باشد. گلبیبی هم تکنیک هایی را که در جریان ترنینگ آموخته بود خودش عملی کرده است، به شمول ساختن مرغانچه. من توقع دارم که گلبیبی بعد از آن که مرغهایشان سر تخم بیاید فامیل کوچک خود را به بسیار خوب اکمال کند. من افتخار می کنم که زنان افغان را کمک می رسانم. من می دانم چقدر مشکل است انسان از نگاه مالی به شوهر یا کسی دیگری وابسته باشد. هرگاه ما هم دست به دست هم بدهیم و دنیا را خانه مشترک خیش فکر کنیم، بسیار با آسانی می دانیم علی فقر مبارزه نماییم. آرزو دارم روز هم از زنان افغان صاحب عاید شخصی خود باشد. آیم شکریا قادر، این کندهار سبتن افغانستان.